درود رفقا آرش آرت فروشان هستم جلسه سوم آموزش صدا سازی بچه ها بهتون تاکید کنم که اگه جلسات قبلی رو ندیدین حتما از جلسه های اول شروع کنید من هفت جلسه مقدماتی گذاشتم برای تولید صدا نمیدونم مشکلات صوتی که بسیار مهمه اینا رو حتما ببینید اگه میخواین آموزش ها هدفمند باشه و ازش بهره بگیرید به نتیجه برسین باید حتما مقدماتی ها ببینید دو جلسه هم که قبل از این گذاشتم یعنی در از این جلسه دهمه ده اگه با اون هفت جلسه مقدماتی حساب کنیم خب برم ادامه بدم صحبت ها. بعد شما این جلسه از جلسه اولی که شروع کردم یک سری تمرین دارم به شما ها میدم دو جلسه قبلی در مورد هجای بسته بود تولید صدا با هجای بسته هجای بسته میدونم خیلیاتون بهش غریبه بودین و یاد گرفتین این قضیه رو بچه هجای بسته فقط تمرین آواز نیست تمرین که هست که ما تو تئاتر استفاده میکنیم توی گویندگی استفاده میکنیم و کلا خیلی پرکار برده من خودم به خاطر که خب تمام این داستانا رو گذروندم یعنی یه مدت تئاتر کار میکردم یه مدت توی استودیو خودم من گویندگی نمیکردم ولی دوستانم گویندگی میکردم تمریناشون دیدم و با تمریناشون آشنایی دارم و بیان دوستان فن بیان کار میکردن همون بچه های دوبله من با اونام دوباره نشست و برخواست داشتم تمریناشون رو دیدم تا به آواز برسیم و این هجای بسته همیشه تو همه تمرینات بوده بنابراین جدی بگیرینش بچه ها پس دو جلسه اول دو و دوم ما به ترتیب تمرین میکنیم هر کدوم دو سه دقیقه چهار دقیقه هر چقدر که میتونیم و خسته نمیشیم اصراری نیست بعد میام سراغ این جلسه سوم اینا همه میشه وارماپ روزانه ما یعنی ما اگه هر روز این وارماپ ها رو انجام بدیم بعد از یه ماه دو ماه سه ماه یه دفعه فیدبکش رو توی صدا رو میبینیم میبینیم که ا صدای من فرق کرد البته اینو بهتون بگم اصلا شما بعد از هر وارماپ همون موقع کیفیت صداتون تغییر میکنه یعنی من وارماپ هم هنوز کامل نشده همینجوری دارم میرم جلو جلسه به جلسه چندین جلسه براتون میذارم به محض اینکه این وارم پا کامل شد و ما به مثلا نیم ساعت تمرین رسیدیم شما بعد از اون 20 دقیقه نیم ساعت یه دفعه می‌بینید صدا گرما و کیفیت خاصی پیدا کرده خاصتون نمی‌کنم بریم سراغ تمرینی که می‌خوام این جلسه بهتون بدم هجای باز می‌خوایم بالاخره از هجای بسته به سمت هجای باز حرکت کنیم خب بچه‌ها میگفتن که استاد یه تمرین جدید بذار تو رو خودم مردیم قصه صدای زنبور در آوردیم جالب بود که به صدای زنبور رو تشبیه کردن چون اصلا ما یه تمرین داشتیم که استاد شعبانی به ما داده بود به اسم تمرین زنبور مگس و با همین هجای بسته بود چه تمرین فوق العاده ای هم بود متو میگم من هنوز از چون کسب اجازه نکردم کسب اجازه کنم حتما اون تمرین رو هم در اختیارتون قرار میدم ولی خب میتونید به پیج خودشون مراجعه کنید این تمرینات تو پیج خودشون فکر کنم باشه و رویداد صدا میذارن تو رویداداشون شرکت کنید خب میخوایم بریم حالا سراغ تجربیات من من میخوام دوباره این جلسه سومم خیلی برگرفته از صحبت های آقای شعبانی ولی من میخوام تجربه خودم به این قضیه اضافه کنم چیزی که من خودم اشتباه میکردم بعدا با فکر کردن زیاد به تمرین ها فهمیدم که اینجای کار من اشتباه بوده خب مدرسم واقعا بنده خدا چقدر میتونه ایراد بگیره مثلا من مثلا به عنوان مدرس خودم میگم مثلا میتونم فکش رو دقت کنم نفسگیریشو نمیدونم حالت راحت بودنش بدنیش همه رو میتونم دقت کنم ممکنه دیگه یه سری جزئیات از دستم در بره مهمترین جزئیات در مورد آواز خوندن در مورد کلاس های آواز که خیلی 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 اساتید یادشون میره برن بگن و حتی خیلیشون اصلا از این قضیه لذت میبرن اینه که به هنرجو بگن آقا با صدای خودت این کار رو انجام بده صدای تو باسه مثلا من هنرجو استاد که بودم استاد صداش باس بود وقتی مثلا میخواستم از هجای بسته یعنی این نوت برم روی باز هجام باز کنم صدامو کلوف میکردم گفتم این صدا صدای من نبود من اشتباه میکردم چون صدای استاد میشین دفعه میکردم بعد اون صدا رو در بیرم. نه شما باید به صدای خودتون صدای ذاتیتون برین روی هجای باز یعنی مثلا من تنور اگه میخوام برم روی صدای باز بعد با صدای خودم همین حرف زدنم هم. مثلا میگم این صدای منه اوه این صدای من نیست حواستون باشه که صدای طرف حالا تنوره نمیدونم آلتوه نمیدونم هر چی که هست شما باید حواستون باشه که با صدای ذاتیتون برین روی هجای باز شروع کنم تمرین رو بگم عین تمرین جلسه دوم که دونه دونه قرار بود از نوت دو شروع کنیم کروماتیک بریم تا نوت دوی بعدی خب یه اکتاب حرکت کنیم حالا این دفعه کروماتیک رفتن ما اینجوریه که هجای بستر رو باز میکنیم یعنی اول فیده میکنیم از صدای خیلی کم هجای بستر رو شروع میکنیم هجامون رو باز میکنیم و در پایان هجای باز دوباره فیده آت میکنیم یعنی صدامون رو آروم میبندیم من سعی میکنم براتون در عین حرف زدن اجرا کنم چند تا نوتو بریم جلو بچه نکته مهم از اول تا آخر فک فرممون همینه یادتون نره جلو آینه وایسین بدنتون راحت باشه چه بهتر که نشینید یعنی صدای گیتارتون از این دو من یادم رفت جلسه پیش بگم تا این دو رو کروماتیک ضبط کنید که دیگه نخواهید اصلا با گیتار بزنینش این گیتار خودش کلی گره های صوتی دور تولید میکنه یا حتی با پیانو صدای پیانوتون رو ضبط کنید و رو پلی کن با گیتارتون پلی کنید با یه ترتیب چند ثانیه ای بزنه و شما ایستاده و خیلی ریلکس اصلا سیخ نکنید سفت نکنید خودتون ریلکس ریلکس وایسین ساکتون رو وا کنید و اجرا کنید این بهترین تمرینه پس نشسته با گیتار من مجبورم که دارم این کارو میکنم یا نشسته با پیانو این تمرینا اون کیفیت لازمو نخواهد داشت شما باید راحت و ایستاده انجام بدین تمرینتون خب بریم من یه دو سه تا نوتو براتون اجرا کنم ببینید منظورم چیه یه نفس خوب میگیرم بعد اینو که میخوام اجرا کنم که زدم اول هجای بسته آروم میام بالا میام خب میرم نوت بعدی مثلا دو است من آروم اجرا میکنم بچه ها برای اینکه زیاد دیستور نشه توی این میکروفون و قشنگ با تمام وجود شما اجرا کنید میرم یه ذره مثلا نوتهای های بالاته حالا فکر کنید کروماتیک رفتم جلو مثلا رستم به نوت سول مثلا میخوام نوت سول اینجا را اجرا کنم یعنی تو آسون انتخاب کردم تو صدای خودم سول خیلی جای خوبیه تو صدای من برای اینکه بتونم خیلی ریلکس براتون اجرا کنم و قشنگ صدامو بیرون بدم که قشنگ این منظورم چیه پس نوت دو میریم تا نوت دو بچه هایی که ذره صداشون نازکه موقع صحبت کردن یا موقع خوندن نوت بالایی رو میتونن بخونن بعضی وقتا اینا میتونن از نوت دو یواش یواش تا نوت ر برن بچه هایی که صدای کلفتری دارن صداشون حجیمه وقتی صحبت میکنن مثلا از من عقبتر خودشون حس میکنن میتونن یه ذره از این دو عقب هم برن مثلا برن روسی برن روسی مول برن رو لا. میشه در حد دو سه تا نوت اب نداره ولی فعلا سعی کنه توی اکتاب باشین چون من یک روش های دیگه این خواهم بهتون معرفی کنم واسه اینکه شما بتونین گسترتون رو زیاد کنین چه از این برد. چه از اون بر روش داره روش های هم داره خیلیم ساده است و اون وقت میرم سراغ صحبت های اساتید دیگه و اینکه پس بنابراین یه بار دیگه براتون نوت سولا اجرا میکنم قرار شد که ما از هجای بسته بریم به هجای باز فیداون فیداوت و از اول تا آخر فک این شد هجای بسته به باز تمرین این هفته ما از نوت دو شروع کنیم دو دیز ر ر دیز می فا فا دیز به ترتیب میریم تا نوت دو برای این هفته پس ما سه تا تمرین داریم اول هجای بسته فقط روی یه نوت فقط روی نوت دو انقدر میزنیم تا یه آروم آروم گرم شیم بعد هجای بسته یه اکتاو کامل مثل الان با هجای بسته فیدان فیدات بعد هجای باز فیدان فیدات فید واسه این هفته خب در مورد خانم ها بچه ها خانم ها میتونن هم این دوه برن تا این دو ولی دیگه نیازی نیست اگه واقعا این ج... این نه جلسه قبلی رو با من اومده باشین دیگه یواش یواش شما فکر کنم میتونید کوک صداتون رو توی اکتاوهای مختلف تشخیص بدین بچه این نوت همون دوه واسه خانوم هم همینه فقط صدایی که خانم در میاد طبیعت صدای خانم حالا من چرا میگم از این دو شروع کنین چون این دو نزدیک تره به صدای شما اگه خواستین این دو شروع کنین رو گیتاری توضیح بدم چون جلسه قبل فراموش کردم بگم میگین دو, دو دو دیز ر ر دیز بعد می فا فا دیز سول سول دیز لا لا دیز سی و دو فرت هفتم سیمه یکمون میتونین رو همون قبلی هم برین باز تاکید میکنم بچا پیانو رو دیگه این جلسه نمیگیرم براتون چون دقیقا جلسه قبل همین نوتا با پیانو اجرا کردم و خوندم شما میتونید به همون مراجعه کنید ویدیو و تمرین فقط به صورت هجای باز انجام بدین موفق باشین حتما سوالاتون رو توی کامنت ها ازم بپرسین سعی میکنم توی یوتیوب حتما پاسخ باشم توی اینستاگرام تعداد کامنت زیاده شاید نرسم به همه جواب بدم ولی توی یوتیوب تعداد کامنت ها کمتره فالوور ها کم، تعداد سابسکرایب کمتره و من میرسم بهتون جواب بدم سعی میکنم هیچ سوالی رو بدون جواب نذارم و در مورد کانال یوتیوب هم که بچه حتما سابسکرایب کنید واسه اینکه ببینید نوتیفیکیشن براتون بیاد یه وقت جلسه این وسط جا نمونه دمتون گرم موفق باشین تا جلسه بعدی